داشتم جان. یک سوالم این هستش که آیا به نظر شما به نظر از نظر دیدگاه فقه شیعه آیا ارکان این دین شما ارکان این مذهب شما آیا علاوه بر این که مثلا یک نفر خواست شیعه بشه علاوه بر این که ایمان قلبی داشته باشه آیا باید دلیل عقلی هم داشته باشه برای اثبات این ارکان یا نه؟ باید دلیل عقلی، خلاصه باید یقین داشته باشه. برادر عزیز من، آدم باید یقین داشته باشه به وحدانیت خود. اجازه بده من جواب بدم. سوال رو فهمیدم. آدم باید یقین داشته باشه به وحدانیت خداوند متعال و اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سید الانبیا هستند، خاتم الانبیا هستند، قرآن کتاب خدا هست، ائمه اطهار علیهم الصلاة و سلام جانشینان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستند، روز قیامت حقه. آدم یقین داشته باشه. بعضی از این امور با دلیل نقلی ثابت می شود، بعضی از اینها با دلیل عقلی. حالا با از هر طریقی که برای انسان یقین حاصل شد درسته. بله، و هر کسی فکرش فرق میکنه، هر کسی ذوقش فرق میکنه. یک چیزی برای یک کسی یقین آور هست، یک کسی دیگر زیاد قانع نمی شود. خلاصه آنچه که مهم هست، آدم باید ایمان داشته باشه و تصدیق بکنه و اقرار بکنه که اینها حق. بفرمایید. بعد الان به نظر شما شیعیان آیا نیاز هست که در پیش خودشون دلیل عقلی داشته باشن برای مثلا وجود خدا واسه نبوت پیغمبر و اینها؟ آیا باید دلیل عقلی داشته؟ اگر یک کسی دلیل عقلی نداشت، مثلا حالا از یک کسی دلیل عقلی نداشت، از یک راه دیگر برایش دلیل پیدا میشد. من نمیگم حتما، بعضیا میگن که باید اینجا دلیل عقلی باشه. ببینید، برای این کار حجیت قائل نیستم که حتما باید دلیلش عقلی باشه. یک کسی مثلا با از کلام اهل بیت علیهم السلام برایش یقین حاصل می شود، برای صفات پروردگار عالم، بقیه امور اون برایش کافیه، حجته. بله، از هر طریق خلاصه باید یقین داشته باشد. یقین مهمه و تصدیق بکند و اقرار بکند. بله، فرمایش دیگه داریم؟ الان بعد شما از لحاظ عقلی میتونید اثبات کنید مثلا توحید رو ما نبوده؟ چرا نمیتونم ثابت بکنم؟ مثلا شما چه اثباتی چه برهانی داریم برای این عالم موجوده؟ این عالم موجوده دیگه، این عالم همه ذرهش، همه هر ذرهش، گوش کن، حالا دلیل خواستی دیگه گوش بکن، هر ذرهش دفتر معرفت پروردگار عالمه. این کتاب دلالت بر چاپخانه دارد یا ندارد؟ این کتاب دلالت بر چاپخانه دارد، درسته یا نه؟ چرا من اگر کسی بگه این کتاب چاپ نشده خودش به وجود آمده، شما بهش میخندید میگه احمقی برو گم شو؟ کسی اگر این حرف را بزند، گوش کن، حرف بزن، کسی بگه این کتاب چاپ نشده، این کتاب خودش به وجود آمده. کتاب خودش به وجود نمیآید. خب کتاب هم عالم همین، چیزی خود به خود به وجود نمیآید. چیزی خود به خود به وجود نمیآید. اصل وجود عالم دلیل بر صانع آن هست. ثانیاً اصل این که عالم، در این عالم حکمت به کار رفته. هر ذره این عالم با یک نظم خیلی عظیم و نظم خیلی دقیق و نظم خیلی ظریف، که هر ذره، هر اتم که او را هر میکروسکوپ هم نمیبیند، باید برای دیدن اتم میکروسکوپ های خیلی قوی و الکترونیک باید به کار برود، که در یک نوک سوزن میلیون ها اتم قرار میگیرد. در یک نوک سوزن، در هر اون ذره که نگاه میکنن دانشمندان ده ها سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال عمر صرف میکنن، اونجا اون را مطالعه میکنن و احکام اون را به دست میآورن. این به خاطر چی؟ به خاطری که اینقدر ظرافت داره، اینقدر نظم به کار رفته، اینجا اونجا اینقدر حکمت به کار رفته. این قلم سازنده ندارد؟ این قلم را کسی نساخته؟ این قلم را هیچ که نساخته؟ عجب، این انگشتر مرا، این انگشتر خود به خود به وجود آمده. این انگشتری که نظمش خیلی کمه، یک سنگ دورش نقره هست، این را، این دلالت بر این داره که معدن باید با ساکت، خاموش، باید این را به وجود آورده باشه. این عالمی که این همه نظم، این خود به خود از، بله، هیچی خود به خود به وجود نمیاد، خود به خود هیچی به وجود نمیاد. اگر خود به خود به وجود نمیاد، این انگشترم خود به خود به وجود نمیاد. بفرما. خب الان شما برهان علیت شما مطرح کردید، شما الان چه حسابی بله این انگشتر، این جهان و اینها احتیاج به علت داره، بله رو چه حسابی این برهان شما قطع میکنید؟ باید میگه خدا احتیاج به علت نداره. این چه علت خداوند ما نمیگیم همه چیز احتیاج به علت داره. این حرف اصلا حرف بی دلیلیه، که همه اون چیزی که میتواند باشد و میتواند نباشد، اون احتیاج به علت داره. این قلم میتواند باشد، میتواند نباشد.
مثلا این قلم هیچ در عالم دلیل خاصی وجود نداره که در عالم این قلم باید باشد، اما این قلم موجوده، پس این را حتما یک کسی درست کرده. اما پرور اون کسی که وجود از برای او لازمه، اون کسی که واجب الوجوده، او بله اون اینطوری نیست که اون باید علت داشته باشد. اون چیزی که میتواند باشد و نمیتواند باشد و هست، او حتما یک پدید آورنده دارد. این در این اتاق در این برای من چای آوردن، این چای وجود این چای استکان چای در این اتاق لزومی ندارد، یعنی هیچ دلیلش عقلی هیچ دلیل حکمی نیست که در این اتاق باید یک استکان چای وجود داشته باشد. اما این استکان چای هست اینجا، این اینجا میتواند باشد و نمیتواند باشد، اما هست. پس یک کسی اینو آورده اینجا گذاشته. پس ما که میگیم همه چیز باید علت داشته باشد، این یک کلامی نیست که عمومیت داشته باشد. ما میگیم هر چیزی که ذاتن ممکن هست و وجود دارد او حتما علتی دارد. اما پروردگار عالم او واجب الوجود هست، اون ذات اقدسی هست که وجود و بودن و حقانیت از برای او ذاتی هست. قد کردی و فرار کردی، قد کردی و فرار کردی، از برای او ذاتی هست، لذا او هیچ احتیاجی به علت خارجی ندارد. ممکن الوجود هست، ممکن این انگشتر، این انگشتر ممکنه، این انگشتر ذاتن هیچ اقتضای وجود ندارد که باشد. این انگشتر میتونه باشه اگر کسی درستش کنه، اگر کسی انگشتر بسازد انگشتر در عالم هست، اگر کسی نسازد تا قیامت انگشتر نیست. یعنی میتواند باشد نمیتواند باشد، این انگشتر الان موجوده، پس یک کسی ساخته این را. خیلی واضح و روشن، ذرات این زمین، این کره زمین، این منظومه شمسی، این فلک، این شمس، هیچ این کدام لزومی نداره که این باشد، حتما باید باشه. اگر بله این مانند این کتابه، اگر کسی این کتاب را ساخت هست، اگر نساخت نیست. زمین هم اینطوریه، ذاتا نگاه بکنید هیچ دلیلی نداره که این زمین باید باشه، این آفتاب باید باشه، شمس باشه، هست. پس یک کسی ساخته که هست، خیلی واضح و روشنه. و خدا را چگونه ثابت میکنی؟ بیا برادر عزیزم تو اینجا پیش الله یاری بیا، این مذهب مذهب حقه، فرار کردی رفتی، تو بیا اینجا سوال بکن، از توحید سوال بکن، از نبوت و امامت سوال بکن. ضربه اینجا ضربات حیدریه.